بچه ها ببینید چی پیدا کردم، یا دوچرخه نیستن؟ عجب عجب، ویلچر هم داریم، کالسکه هم اینجا هستش. به نظر میاد زمانمون داره همینجوری به سمت جلو جلوتر میره و بر بهتون سلام و درود بفرستم. خیلی خوش اومدیم به کانال خودتون و بازی N9800. دوستان از اونجایی که احتمالاً این قسمت پارت آخر این سری باشه، میخوام یه توضیح کلی بهتون بدم. اگه یادتون باشه پارت اول بازی با دست خالی وارد این جزیره شدیم، تونستیم از خودمون یه اجتماع کوچولو موچولو بسازیم، به مرور زمان خودمون رو گسترش دادیم، اینجا رو به عنوان شهرک صنعتی خودمون گذاشتیم، داریم همه چی تولید میکنیم، کلی کشاورزی هستش و همه چی داره تولید میشه، بعدش میاد چه میدونم یه چی دیگه تبدیل شد، در واقع همه چی تولید داخله. در این حال اینجا هم که خب پسر، اینجا کلا همه چی دیگه صنعتی شده، داریم آهن تولید میکنیم، آهن به استیل تبدیل میشه، بعدش داریم سلاح میسازیم. در این حال من رفتم جزیره دومم خریدم، اگه یادتون باشه جزیره دومو به نظرم اوضاع خیلی جالبی داره. اینجا یه جوری میشه گفتش که محلی هستش که داره درآمد خیلی زیادی بهمون میده، چون داریم کلی صابون تولید میکنیم و صادرات صابونمون همه جوره ما رو به یه شخص کاملا پولدار تبدیل کرده. اگه توجه کنید این پرنده هم که حالا دارن میرن و میان، و اینجا هم که تازه زدیم تو کار گاوداری تولید فلفل برای اینکه بتونم اینا رو به کنسرو تبدیل کنم، و همینطور الان دیگه داریم پنجره هم تولید میکنیم. تا جایی که من میدونم یه سری ساختمانای جدید باز شده برامون. علاوه بر اینا ما به کشتی های جدید هم دسترسی پیدا کردیم. اگه بخوام از اینا آموزش بدم، متاسفانه تعداد کارگرامون کمه، ولی میتونیم دیگه از اینا تولید کنیم. دیگه بهترین کشتی های فعلی بازی هستم و میدونی چیه؟ اول از همه احساس میکنم با من یه مقدار کارگر جور کنم برای اینکه بتونیم کارامون رو به سمت جلو ببریم. یه دونه دیگه بخوام ارتقا بدم دیگه همیشه باید درست شده باشه. بعدش هم بچه اگه توجه کنید اینجا یه قسمتی هستش با نام سهم جزیره، مالکیت جزیره. متاسفانه باید بهتون بگم این دکتر اومده سهم ما رو خریده، میخوام اینو پس بگیرم، نمیتونم بهش همچین اجازه بدم. اگه توجه کنید اوضاع درآمدمون بهتر شدهش، نامر داشته درآمد ما رو میدزدیده. برای اینکه بتونم ازش انتقام بگیرم، کاری که میخوام انجام بدم اینه که یکی از سهم‌های جزیره خود دکتر رو بخرم و درآمدمون افزایش پیدا کرده. شاید اینا برامون یه کاری دارن، من بهش نگاه میکنم. در این حال باید بهتون بگم وای سهم اینجا رو هم خریده، متاسفانه اینجا رو نمیتونم آزاد کنم. به نظر من شا این سری واقعا دیگه باید شرایط جزیره و اینا رو همیشه رو بهتر کنیم، بعدش با این بازی خدافظی کنم. احتمالا سعی کنم یه دونه پارک بسازم، به نظرم دیگه میتونیم به زیبایی شهرمونم یه دستی بکشیم، موضوعشو بهتر کنیم. باغ وحشمون یه بخش موزیک داره، ما میتونیم اینجا رو بسازیم برای اینکه مردم به موزیک گوش بدن. حالا نمیدونم مثلا اینجا پیادهش کنم یا توی این حالت، به نظر من میتونه خیلی بهتر باشه. اگه توجه کنید مردم جمع شدن که این موزیک رو به ما بدن، موزیک انو هستش، بذارید ورش دارم. در واقع اینجوری باید بهتون بگم بچا کل سری های انو موزیکاشون تو این بازی هستش و ما میتونیم اینا رو اینجا بذاریم، بگیم همینو برامو پخش کنم. و به نظر من که واقعا شرایط جالبیه. در این حال بذارید من پارکامون رو کامل کنم. کجا هستن اینها؟ از من بپرسید الان دیگه بهترین زمان ممکن هستش برای اینکه بتونم پارکامو کامل کنم. حالا زیاد شرایط جالبی نداره اینجا، نمیدونم چرا اینجوری میتونیم بسازیم. یکی هم بعد بغل دستش باشه، اینم از این الان این قسمت کامل شده. دوباره میام یکی هم اینجا میسازم، این هم به اینجا متصل میکنم برای اینکه بتونیم اینا رو هم اینجا پیاده کنیم، یا سعی کنم به سمت بالا ببرمش. این اضافه مونده بچه ها. خب اینم از این دیگه پارکمون هم درست شدش. بعدش باغ وحشمون رو هنوز نتونستیم کامل کنیم. مسئله اینه که یه مقدار به زمان نیاز داره و دکتر گفته چرا داری باغ وحش میسازی. میگم آقا ما با این قضیه اصلا حال نکردیم، با این یارو حال نکردیم. به نظر من بذارید این کشتی جنگی بزرگم، یا پسر چند دخل و خرجمون داغون شده. واقعیتش رو بهتون بگم بچا زیاد دیگه مسئله مهمی نیستش. از اونجایی که ما اینجا داریم کلی صابون تولید میکنیم، واقعا به این قضیه اهمیت نمیدم. صابون زیادی داره اینجا انبار میشه. میدونی چیه؟ به نظر من بذار بیام یه کشتی تجاری بخرم. کشتی تجاری بزرگ واقعا ارزشش داره. به این کشتی میگم بیاد اینجا که اینا رو جایگزین کنم، منابع دارن تحویل میشن. کشتی تجاری زیادی داره به این جزیره‌مو میاد و اینجا واقعا اوضاع خوبی داره. بذارید بچه‌ها ببینم اوضاع تولیداتمون چجوری دیگه. چیزی که متوجه شدم اینه که انبار اینجا نیاز به ارتقا داره. الان دیگه انبارمون رو میتونیم 3 بار ارتقا بدیم. اوکی شروع که نه، بعدش میخوام اینا رو کپی کنم برای اینکه بتونیم تولید کنسروهمون رو افزایش بدیم. اینجوری درآمدمون به مرور زمان میاد بالا. متاسفانه من پنجره ندارم. اگه پنجره های مورد نیاز رو درست میکردیم میتونستیم
ساختمان بیشتری بسازیم دیگه، بیمارستان و کلی چیز میزه دیگه. بذارید بچه من دیزاین پارکیامونو کامل کنم، بعدش بریم برای ادامه. اینم از این، اینم از این، فقط یه دونه به اینجا راه بکشم برای اینکه اوضاعش کاملا اوکی باشه. نظرتون چی؟ اگه توجه کنید بچه ها، خوشحالی و فرهنگ کشورمون، شهرمون داره همینجوری افزایش پیدا میکنه. هنوز نتونستم مثبتش کنم، لولش نیومده بالا. نمیدونم حالا لولاش به چه دردی میخوره، ولی اینو باید بهتون بگم که جمعیتمون به 12000 نفر رسیده. واقعا جمعیتمون داره زیاد میشه. میدونی چیه دارم فکر میکنم؟ احتمالا بتونیم از اینجا هم توی این حالت یه راه بکشیم یا دیوار بکشیم. به نظر من که شرایطش رو خیلی جذاب میکنه. و اینم از این، بالاخره لولش اومد بالا. ای کاش بافاشو مینوشت، میدونستم اصلا چه فایده هایی داره، ارزشو داره که آدم واقعا حسابی روش کار کنه یا نه. و به نظر من که قسمت تفریحی شهرمون خیلی جذاب. حالا درسته که فعلا نمیتونیم باغ وحش بزنیم، فعلا شیوانی نداریم، ولی خب به مرور زمان اگه خواستیم ادامه بدیم میتونیم اونا رو هم بگیریم و شهر رو کامل و کامل تر کنیم. احساس میکنم ما نیاز داریم تولید صداهمون رو افزایش بدیم. وای زیباییش رفت. ای بابا چرا پس؟ بذار پس روی این از یه خورده کار کنم. دوستان متاسفانه باید بهتون بگم آنچنان هم ارتقا پیدا نمیکنه. این هم از این، هم از این، بالاخره تونستم لولش رو بیارم بالا. حالا من باید یه جوری اوضاع دخل و خرجم رو درست کنم. درسته که مشکل مالی نداریم، چون فروش صابون واقعا سود خیلی خوبی داره به همون میده اینجا. خب به نظر من نیاز داریم یه راه تجاری جدید اینجا درست کنم. به جای راه تجاری جدید، به کشتی تجاری بزرگم میگم راه تجاری اینجا رو به دست بگیرم. و اگه توجه کنین مشغول به کار شدش. حالا این هم داره فروشش رو انجام میده، بازم خوبه که اونم داره فروشش رو انجام میده و همه صابونا رو بار زدیم. متاسفانه هنوز نتونستم سهممو اینجا آزاد کنم. چیکار کنیم؟ میتونم لولامونو بیارم بالا. اینجوری خب مردممو منابع بیشتری ازمون میگیرم و من میتونم درآمدمو افزایش بدم. اگه موافق باشید اینا رو اینجا لول اپ کنم، یه کوچولو هم رو اینجا کار کنیم. حالا فعلا درآمدمون افزایش پیدا نکرده، ولی کاری که میخوام انجام بدم اینه که بیام تولید صابونمونو بازم افزایش بدم. ببینید اینجا بسازیم، میتونم یه ردیف دیگه هم اینجا پیاده کنم. به نظر من که مشکلی نداریم، چون تا جایی که من میدونم خوکمون زیاده و منابع مورد نیاز برای تولید صابونو داریم. الان دیگه مسئله زمانه و یه کوچولو بچا منتظر بمونیم که کشتی او پسر کشتیمونو ساخته. من که دیگه هم سفارش بدم، بیاید به آمار اینم نگاه کنیم. پسر پشمام، عجب کشتی چت توپ داره بغلش. اکاش میشد حداقل. آها بچا این به نظر میاد کشتی بخاریه، اصلا با اینا فرق میکنه. اگه توجه کنید آمارش هم دقیقاً دو برابر اینا هستش. حالا هزینه نگهداریش بارس میگم چرا دارم درآمدمو از دست میدم. لا مثلا این کشتی دارن پول زیادی ازم میگیرن و مردم به خاطر فرماندهی ما دارن جشن برگزار میکنن، میخوان فستیوال آبجو داشته باشن. آقا این داره باعث میشه 50% تولیدمون بیاد بالا، خوشحالی مردم افزایش پیدا کنه، شهرمون زیباتر هم بشه. چرا که نه؟ من اصولا به همچین چیزایی نه نمیگم. اینها بچه‌ها اینجا دارن رژه میرن و مشروب میزنن. باشه خوشحال بشید، چرا که نه. تا وقتی که اینا دارن بهم پول میدن من هیچ مشکلی با خوشحالیشون ندارم. اینم از این، اینم از یک کشتی دیگه. به خدا اینقدر داره تعدادشون زیاد میشه دیگه نمیدونم چی بگم. و درآمدمون اصلا مشکل نداره. نمیدونم اینا دارن صابون میفروشن یا این مالیاتی که داریم از مردم میگیریم. منش هم باید بهتون بگم سهم همه جزیره تقریبا تو دستای خودمونه. آره بچا واقعا به نظر میاد دیگه عملاً هیچ مشکلی نداریم. و ای کاش میشد با یکی بجنگم، ولی الان داشتم نگاه میکردم متاسفانه من با همه خاندان ها پیمان عدم حمله بستم. مثلا میتونستم به اینا حداقل اینا جنگ بدم، خیلی خفه میشد. جالبه بدونی که بچا توپ ها و کشتی های ما تقریبا اندازه دوزه دریایی قدرت داره، یعنی احتمال وجود داره که بتونم باش بجنگم. 38 دقیقه باید صبر کنم که بتونم بهش اعلان جنگ بدم. دکتر چطور؟ دکتر نسبتا از نظر نظامی از ما قوی تره، ولی اکونومی ما دو برابر اون سنگین تره. به نظرم خب اقتصاد ما میتونه خیلی بهتر باشه دیگه، چون ما این قابلیت رو داریم الان دیگه همینجوری بسازیم، هرچی که دوست داشتیم بسازیم، هرچی که دوست داشتیم بخریم. و به نظر میاد بچه زمان چاپ روزنامه‌مون رسیده. نظرتون چیه؟ مردم که در حال حاضر دارن خیلی خوشحال میشن، ولی من میتونم اول از همه 15% درآمدمو افزایش بدم، 15% خوشحالی رو بیارم بالا، بعدش 50% جلوی شورشم بگیریم. اینم از این، میتونیم اینو چاپ کنیم. اگه توجه کنید اوضاع مالیمون داره منفجر میشه. چه داریم مالیات رو بالاخره درآمد به دست میاریم. البته متحدمون یه خورده ناراحت شدن، چون دارم همینجور تبلیغات میکنم. بالاخره این دیکتاتوری ما هستش و
فیک نیوز، اخبار جعلی. آقا اخبار جعلی خودتی، مگه نمیبینید عجب پادشاهی ساختین؟ یا چی میگن به خدا؟ نمیدونم همه چی، من هی میگم چه میدونم، رو اذیت نکنم، ساعت کاریشون افزایش ندم، ولی به نظر میاد اینا هم دارن شورشو در میارن. شما هم اینجا باشید، بذارید بچه به همه کشتیمون بگم راهی جنوب بشن دیگه. حالا ببینیم میتونیم با دوزای دریایی دونه بجنگیم یا امکان جنگیدن وجود نداره. تا جایی که من میدونم فعلا نمیتونم بیمارستان بسازم نه، متاسفانه. و الان تقریبا باید همه منابع رو داشته باشیم، نیازی هم نمیبینم بخوام چرخ خیاطی تولید کنم، چون ما اینا رو داریم میخریم. ببینید بچه چرخ خیاطی دارم، فقط اون پالتو مونده، اونم روند تولیدش خیلی طولانیه. خوشحالیشون گفتم مشروب نداریم. هولی شت، انبار اینجا رو ببینید، من تولید مشروب آوردم بالا ولی انبار شهمنان داره منفجر میشه. پسر اصلا نمیتونم از این پنجره ها جور کنم، همش دارم خرجش میکنم. میدونی چیه؟ من میخوام بیخیال این انبار بشم، ترجیح میدم سعی کنم از این انبار کوچولو استفاده کنم، دوتا میسازم به جاش، همینطور اینا رو ارتقا میدم که برای اینکه بتونم فقط پنجرم رو نگه دارم. من این قضیه برام خیلی مهم هستش. و تو اینجا بیکار موندی؟ میتونی مرخص بشی بهت. او پسر چجوری منفجرش کردن؟ آره بهش نیازی نداریم، حالا پول خرجش کردیم ولی واقعا نیازی ندارم. میتونم الان راهامونو کامل سنگی کنم و مطمئن بشم همه چی بالاخره تو شرایط مناسبی قرار داره. و پسر عجب موزیکی، به خدا من حاضرم تا ابد بشینم به موزیکای این بازی گوش بدم. لامصب موزیکاش خیلی جذابه، خیلی جذابه، جدی میگم اینو. و تقریبا میشه گفتش که راهامون دیگه الان کاملن. آیا نیاز داریم بیشتر از اینا رو ارتقا بدیم؟ فکر نمی کنم راستش رو بخواید. میتونیم راهو برای کارگرامون بهتر کنیم، این که سریعتر کار کنه و سریعتر بتونم منابع و انتقال بدم. اینم از این. بعدش هم که اینجا کارخونهامون رو داریم، تا جایی که من میدونم روند تولید کنسروامون کجا هستن؟ داریم انبار میکنیم، پنجرم که یواش یواش داره جور میشه. بذارید به همیشه نگاهی بندازم، جمعیتمون هم کاملا زیاده و شاید مثلا یه مقدار اینجا به راههای آجوری و سنگی نیاز داشته باشیم. اینم از این. بیخیال دیگه، بیشتر از این بهتره زمان نذاریم. گفتم مشکل پوتیتو سیب زمینی داری، میتونم یه حرکتی بزنم بیام ساعت کاری رو مثلا به 20% برسونم. چرا که نه، بعدش برای اینکه مردم رو خوشحال کنیم ساعت کاری آجر پذیر رو میارم پایین. اینم از این. چرا که نه، اگه توجه کنی خوشحالی مردم روی 26 و الان همه خوشحالن. اینجا نیستش مثلا یکی خوشحال باشه یکی خوشحال نباشه. اینجا چه خبره؟ این یارو یه سری کارت هایی داره که جایی پیدا نمیشه. مثلا من با استفاده از اینا میتونم خرس نگه دارم، در واقع باغ وحش خودمون رو بسازیم. میدونی چیه؟ بذارید سعی کنیم حالا چند تا از اینا بگیریم. بعدش هم به کشتیامون بگم همینجا باشم. بچه‌ها اینجوری ببینید چه پیدا کردم. ما میتونیم برای خودمون دیوار هم بکشیم، یه دروازه میسازم، بعدش یه مقدار هم بیم از اینجا دیوار بکشیم به قسمتایی که نمیخوایم کسی واردش بشن توی این حالت. یا حالا یه مقدار دردسر داره ولی به نظر من میتونه جالب باشه. این هم اینجا پیاده کنیم برای اینکه بتونم دیوار اینجا هم توی این حالت بکشم. این هم از این. حالا دیوارش یه مقدار کوچولوه و شاید بهتر بود به کل شهرم. نه به نظرم خوبه، بالاخره قسمت دفاعیمونو نگه داشتن. زمان اعلان جنگ دادنم و شاید بتونم بچه‌ها به این دختره همین الان اعلان جنگ بدم. قبل از اعلان جنگ دادن بیاید یه حرکتی بزنیم، من یه سهم دیگه هم از این دکتره بخرم و ترجیح بشه دنیا دست کیه. و الان ما دوتا سهم داریم، یه سهم دیگه هم بخرم عملا جزیرهش تو دستای ما میفته. در این حال بذارید ببینیم بیمارستان کجا رفته. اینها ما بالاخره میتونیم بیمارستان هم بسازیم. حالا جای دیگه ای که ندارم بذارید اینجا پیادهش کنم. اگه توجه کنی رنج زیادی داره. آره میتونم بهتون بگم واقعا رنج زیادی داره و دارن دکتر آموزش میدن. عجب، واقعا دوست دارم ببینم سازوکارش چجوریه. بعدش با استفاده از این میتونیم افرادی رو بیاریم که به جزیرمون نگاه کنن، در واقع از جزیرمون دیدن کنن. پول میگیره ولی باعث میشه خوشحالی بیاد بالا. حالا نمیدونم چجوری میان. آها من شنا یه سری افراد تو راه هستن و این باعث میشه ستا زیبایی شهرمون افزایش پیدا کنه. اوضاع دکترامون چجوریه؟ خطر بیماری بالا هستش، خیلی زیاده خطر بیماری. و الان آیا میتونم به این اعلان جنگ بدم یا نمیتونم؟ حالا سمزه بشنه توهین کنیم و
بعدش میخوام پیمانمون رو بشکنم، دیگه باش متحد نباشم، همینطور راه تجاری رو ببندم. و چند ناراحت شده حالا بچه این دختره خورده ضعیفه اگه توجه کنیم، ولی من اعلان جنگ رو میدم. این از اعلان جنگ دادم، بذارید ببینم. بله کشتیمون اینجا مشغول به جنگ شدن. اینو میتونی بزن؟ اوه پسر این داره بچه ها میشکن. اوه چه دمیجی دارن میزنن اینا، اگه ترجمه کنی. او پسر اینا توپای جدید تونستن بسازن. شما هم اینجا رو بزنید دیگه، یا اینا هم دارن میزنن و عملا همه از دستمون ناراحت شدن. احساس میکنم بچه ها به نیروهای هولی شت نمیدونم، من شانسمون رو بالا نمیبینم و جنگ جلو روی ما هستش. روزنامه جدید، این دخترم میگه خیلی ناراحتم که تو یکی از ساختمونامو تخریب کردی. منم ناراحتم تو یکی از کشتی های ما رو تخریب کردی. دومی کشتیمو تخریب شدش. بذاریم هم نیروی کمکی نداریم اینجا. یه دونه کشتی از دست دادم، یه کشتی هم اینجا ساختیم. خب اینو بزنید، بعدش بذارید بچا زده بشه. بعدش اینو باید بزنید بچا. احساس میکنم این یه دونه مدل بالایی داره و داره به هر جور ما رو میزنه. حالا رنجمون میرسه دیگه به اونجا. آره رنجمون به اینجا میرسه. این هم داره تجارت میکنه هنوز. اگه ترجمه کنی به اینجا برسه میتونیم تسلیمشون کنی و مردم اینجا ناراحت هستن، یا مردم ما ناراحتن نمیدونم. فکر کنم نه، مردم اینجا ناراحتن، برای همین سریع تسلیم میشن. و مثلا زمانی که بتونم اینجا رو هم منفجر کنم. بیاد یه خورده جلوتر، کشتی تجاریش هم داریم میزنیم. حالا اینا به نظر بچه ها خیلی اوضاع بهتری دارن، چون اگه ترجمه کنی کلی دمیج گرفته، ولی عملا هیچیش نمیشه. به خود داره گوشام کر میشه و یه خورده صدای بزیر کم کردم. اینجا هم شلیک کنید، داره همینجوری مورالش میاد پایین. من چیکار میتونم کنم برای اینکه این تسلیمشه؟ نمیدونم راستش رو بخوای زیاد در موردش مطمئن نیستم. بذار اینجا رو منفجر کنم ببینم اگه اتفاقی نیفته. اینم از این. حالا من جزیره رو تصرف کردم، میخوام با جزیرهش چیکار کنیم؟ تصرفش کنم یا سهمش رو بگیرم؟ ترجیح میدم سهمش رو بخریم، چون میدونید اشغال کردن جزیرهش برای ما میتونه ضررهای زیادی داشته باشه. میخوام اشغالش کنم ببینم. اوه نه، من فکر کردم بچه با همه چیش میاد اینجا و الان سهمش کاملا برای ماست. آره من فکر میکردم شهرش کلا برای ما میشه. نفوذمون خیلی داره میاد بالا چون جمعیتمون زیاد شده، ولی به کشتیامون بچا دمیج زیادی زدن. یا بعد بهتون بگم ما چند تا از کشتیامون از دست دادیم، رنجش به اینجا نمیرسه. خب به نظر من زمانش رسیده عقب نشینی کنیم اینجا. بزنیم مثلا به دردمون خوردش. فقط 3 نفر اومدن. آقا مرسی که ویدیو رو تا اینجا نگاه کردید، امیدوارم از این سری لذت برده بوده باشید. بذارید بهتون بگم چرا میخوام به پایان برسونم. راستش رو بخواید بچه ها احساس میکنم انو 1800 بازی نیستش که توی یوتیوب زیاد جواب بده، نه به خاطر اینکه حالا ویوش پایینه یا اینجور داستانا. واقعیتش اینه که زمان زیادی برای رکورد کردن میگیره. مثلا من میشینم 1 ساعت و نیم 2 ساعت خودم بازی میکنم، بازیم واقعا جذاب، آدم خیلی باش حال میکنه، خیلی باش لذت میبره. ولی خب از اون 2 ساعته کلا برای شما 25 نیم ساعتشو میتونم بذارم، چون ما بقیه چیزا رو ساخت و ساز دیزاین و اینجور چیزا میگذره، یا یه سری جا مجبوری منتظر بمونی. بعدش ما جمعیت جدید گرفتیم، من که یادم نمیاد اینا رو گسترش داده باشم. از کجا اومد این جمعیت جدیدمون؟ هولی شت. یا فکر کنم بچا با استفاده از اینا میشه کارگر رو فرستاد به سری از جزیره های دیگه. متوجه شدم داستانش چیه. آره به هر حال از همینا بگذریم. اگه دوست داشتید میتونید یه لایک مکعب بکوبید و فعلا تا ویدیو بعدی دروازه‌مون رو ببینید. وعده داره بعدی کجا خدافظی کنیم؟ ترجیح میدم بچا بیام اینجا خدافظی کنم. مردم دارن موزیکاشون رو گوش میدن و موزیکا رو بذارید بزنم اینجا پخش بشه. آره فعلا تا ویدیو بعدی و دیدار بعدی. خدا نگهدار دوستان.